به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسیاری از ما مطلع هستیم که اخیراً در محافل سیاسی و در فضای مجازی بحث ضرورت اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلکه تغییر قانون اساسی و تدوین یک قانون اساسی جدید مطرح شده، هرچند این مسئله با واکنش تند آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان نوروزیشون در مشهد مواجه شد و این مطالبه به دشمن نسبت داده شد. من دو نکته را میخوام در این رابطه عرض کنم. نکته اول اینه که هم بر اساس فلسفه های سیاسی مدرن و هم بر اساس آموزه های دینی و قرآنی، امر حکمرانی به تمامه، چه تعیین نوع حکمرانی، چه تعیین شیوه حکمرانی، انتخاب حاکمان و مسئولان، تدوین قانون اساسی، تدوین قوانین عادی، یکسره به مردم واگذار شده. این حق تعیین سرنوشت هست که به اکثریت هر جامعه محول میشه. حتی انبیاء الهی در صدد تحمیل دین و حاکمیت دینی نبودند و دنبال این بودن که رضایت مردم را بگیرند. در سخنان قبل و بعد از انقلاب آیت الله خمینی تصریح به این مسئله و تأکید بر این مسئله در واقع وجود داره. بنابراین هیچ دلیلی نداره که ما این حق از مردم سلب کنیم و این مطالبه را به دشمن نسبت بدیم. مردم هر زمانی اراده کنن میتونن راجع به نوع حکومتشون و شیوه حکومتشون، قانون اساسیشون و قوانین عادیشون در واقع تصمیم بگیرن، خواهان تغییر باشن. این امروز در ارتباط با جامعه ما هم صدق میکنه. مسئله دوم اینه که همه ما شاهدیم و میبینیم که جمهوری اسلامی با بحران‌های عدیده مواجه شده و این تجربه حکمرانی 42 ساله نه به آبادی دنیای مردم انجامیده و نه به تحکیم دیانت مردم. این نظام و این مدل حکمرانی با مشکلات عدیده مواجهه، با بحران‌های جدی مواجهه که یکی از مهمترین این بحران‌ها یا اساساً مهمترین اون بحران مشروعیت هست. نظام جمهوری اسلامی به نظر ما دیگه امروز نه جمهوری است و نه اسلامی و به نظر میرسه که راه حل مسئله در عبور از این شیوه حکمرانی است، در عبور از قانون اساسی موجود هست که نظام کنونی را به یک نظام استبدادی تمامیت‌خواه و سرکوبگر در واقع تبدیل کرده. ما گریزی از این نداریم که از این مدل حکمرانی عبور کنیم، از این نظام عبور کنیم. بسیاری از فعالان و کنشگران سیاسی و صاحب نظران به این جمع‌بندی رسیدن که ایران باید به سمت یک جمهوری در واقع عرفی حرکت کنه که همه چیز به خواست مردم ارجاع داده بشه و همونطور که گفتم این هم در فلسفه سیاسی مدرن پذیرفته شده و هم در مبانی دینی بر او در واقع تأیید و تأکید شده. بنابراین این که ما و کسانی بحث ضرورت برپایی یک رفراندوم را مطرح میکنن یا تشکیل مجلس مؤسسان که به تدوین یک قانون اساسی جدید بیانجامه، به نظر میرسه که یک مطالبه کاملا منطقی و معقوله. پیشنهاد من این هست که خود جمهوری اسلامی، شخص آقای خامنه ای، مبتکر این مسئله باشه و بیاد یک رفراندوم کاملا آزاد و دموکراتیک را برگزار کنه و مسئله نوع حکمرانی و مدل حکمرانی را به آراء مردم بگذاره. خب اگر مردم مجددا این نظام را تایید کردن ادامه بدن، ولی اگر مردم رأیشون عبور از این نظام بود، به این مسئله تن داده بشه، به لوازمش تن داده بشه و طبعا
یک قانون اساسی جدید تدوین بشه و یک نظام کاملا عرفی در واقع در ایران تأسیس بشه تا ما یک آینده روشنی را بتونیم برای جامعه ایران رقم بزنیم. و سلام.